که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. به نام خدا. گفته بود درباره موضوع استنباط از قرآن یا موضوع فقه بود و گفتیم فقیه کسی است که اقدام می کند به فهم پایه های ساختمان احکام قرآن، و چون همه احکام قرآن از آغاز تا پایان بدون استثناء برای شناخت یک موضوع واحدی است به نام عدالت، از زوایای مختلف، از جوانب مختلف و از زاویه های مختلف به عدالت در قرآن نگرش وجود دارد، ولی همه احکامی که در قرآن وجود دارد از این دایره‌ای که مرکز اون دایره عدالت است و از پیرامون و از محیط این دایره نقاط بسیار زیادی، عرض نمی کنم که بیشمار، ولی بسیار زیاد، مثل اشعه خورشیدی که میتابد، همه این پرتوها در واقع راههایی هستند، احکامی هستند که به فهم موضوع عدالت و به چگونگی احکامی که مربوط به تأمین عدالت می شود می پردازند. و موضوع عدالت در قرآن بر دو محور استوار است، یعنی عدالت در قرآن شناخته نمی شود مگر اینکه موضوع حق و موضوع مسئولیت شناخته بشود. چیزی به نام عدالت جز یک لفظ بیمعنی وجود نخواهد داشت، عنوان یک لغلغه زبان و دهان. چیزی گفته می شود عدالت عدالت و هیچ مفهومی از آن خارج نمی شود مگر آنکه عدالت بر دو محور اساسی متکی باشد و فهم به عدالت در واقع مدیون بشود به فهم این دو محور، که این دو محور یکی مسئولیت است، یکی مسئولیت است و یکی حق است، که ما تشخیص بدهیم مسئولیت چیست، حق چیست. حق عبارت است از بدهی، بدهی ما به جامعه، برای جامعه. حق عبارت است از طلب جامعه از ما، این حق اجتماعی است. حق فردی عبارت است از نیازهای حقانی ما، نیازهای حقه ما، نیازهایی که برای شناخت حقانیت اون نیازها هم اندازه‌گیری های وجود داره و ضریب های وجود داره که مجموعه دانشی که شخص از احکام مختلف قرآن، چه احکام اخلاقی باشد، چه احکام اقتصادی باشد، چه احکام عرفانی باشد، چه احکام روانشناسی باشد، چه احکام حکمتی و فلسفی و کلامی باشد، و چه درس تزکیه و خلوص باشد، از مجموعه همه اینها انسان به یک نتیجه واحد میرسد که فهم عمومی پیدا میکند که در یک ترازوی مشترکی، در یک ترازوی واحد و شاملی بتواند که مسئولیت رو اندازه بگیرد و حق رو اندازه بگیرد. و اگر افراد دارای ترازوی مساوی بودند، متر برابری داشتند،
کار اندازه‌گیری حق و مسئولیت آسان می‌شد. اما چون این ترازو و چون این متر برای افراد مختلف متفاوت است و افراد هنوز بسیار زیاد کثیر افراد به ترازوی واحد و مشترکی نرسیدند و به ضریب اندازه‌گیری معینی دست پیدا نکردند و هر کس از ضریب و پارامتر و وزنه‌های اندازه‌گیری مخصوص خود استفاده می‌کند، حساب عدالت و ظلم، حق و مسئولیت بسیار مخشوش است در جامعه و مهمترین و بزرگترین عاملی که در زندگی بشر باعث همه جنگ‌ها و ناکامی‌ها و مفاسد می‌شود و باعث تخریب اخلاق و تخریب امکانات و ایجاد نفرت و کینه و سقوط ارزش‌ها می‌شود، نداشتن یک واحد مشترک قابل قبول اندازه‌گیری برای دو محور و نه بیشتر، حق چیست و مسئولیت چیست. چون ما نمی‌دانیم که حق چیست و مسئولیت چیست و هر کس فکر می‌کند می‌داند که حق چیست و مسئولیت چیست، جهان به صورت جهنمی در آمده که هر روز هم سوزان‌تر و وحشتناک‌تر می‌شود. شاید در ذهن شنونده این مشکل به وجود بیاید که چقدر ما در مورد واضحات صحبت می‌کنیم. البته که معلوم است عدالت چیست، ظلم چیست. هر کس اگر کلاه خود را قاضی کند می تواند به این موضوع پی ببرد. ابداً چنین نیست. فتح‌علی‌شاه قاجار فکر می کرد که حق او این است که 700 زن داشته باشد و حق دیگران این است که اصلا زن نداشته باشند و حق او این است که هر زن زیبارویی که برای او و به چشم او زیبا می آمد همسر او باشد. تقصیری هم نداشت، حق او بود از دیدگاه او و با ترازویی که او حق رو اندازه می گرفت. شاید برای دیگران این ترازو کارساز نباشد و راجع به مسئولیت باز هم ترازوی مسئولیت این شخص شخیص با دیگران بسیار متفاوت و متضاد بود. یعنی دیگران ممکن است که در ترازوی خود ببینند و شاهد باشند و متأثر بشوند و ترازوهای خودشون رو یا وزنهای ترازو رو یا متر رو عوض کنند، ولی ایشان تقریبا وزنه‌ای که با او مسئولیت‌هاش رو اندازه می‌گرفت از یک پر سبکتر بود. شما یک پر رو، پر یک پرنده کوچک رو، پر یک گنجشک رو، پر یک قناری رو در یک ترازوی بگذارید، میزان مسئولیت های این شخص شخیص معادل اون پر قناری بود و بعد شما همه کائنات رو، هرچه خدا آفریده که خود قرآن یونیورسز میگوید به اون، همه عالم ها رو در یک کپه ترازو قرار بدهید و در اون طرف انقدر باید حق وجود داشته باشد که برابر باشد با کل کائنات. این حق اون شخص شخیص است. مسئولیت او با پر اندازه گیری می شود، حق او با کل وزن اون چرا که خدا آفریده است و می خواهد بیافریند، جمع کل همه اونها حق اوست و معادل اون پر اون پروانه، پر اون قناری در واقع مسئولیت اوست. این است که سنگ ترازوهای ما با همدیگه فرق میکنه. آدم هایی که احتکار میکنند، مثلا همین کشوری که میزبان ماست، برای حفظ گران بودن قیمت گندم در دنیا که گندم خوراک میلیاردها انسانه
اون طرف آب هاست که این طرف هم همینطور هست، ولی در جاهایی از دنیا هست که قسمت اعظمی از کره زمین فقط مصرف اونها نان هست. اینها برای اینکه مجبور باشن نان رو از قیمت معمول و طبیعیش بیشتر تهیه کنن، پول بدهند یا امکانات بدهند یا هرچه، کشورهایی که تولید کننده یا کنترل کننده تولید گندم هستند مقدار زیادی در سال این گندم ها رو با آب می‌ریزند به خاطر اینکه کمبود ادامه داشته باشد. این مربوط به وقتی است که احتکار می‌کنند. اول تمام انبارها یا تمام سیلوها رو پر می‌کنند، بعد متوجه می‌شوند که افزایش قیمت گندم با خرج انبارداری سیلوها تطبیق نمی‌کنند، تصمیم می‌گیرند که یک مقداری احتکار کنند، یک مقداری به آب بریزند که نتیجه کار این باشد که گندم قیمت خودش رو در بازار حفظ بکنه و دسته دسته و میلیون میلیون مردم در حال حاضر از 7 میلیارد نفر جمعیت کره زمین 4 میلیارد نفر افرادی هستند که تغذیه مضر میشوند، تغذیه ناقص میشوند، تغذیه میشوند که به سرعت اونها رو به طرف مرگ و بیماری حرکت میده و حدود 1.5 میلیارد از جمعیت کره زمین در حال گرسنگی به سر میبرند، در حالی که بسیاری از نظر وزن هزاران تن و بیشتر این محصولاتی که خوراک این مردم هست به آب ریخته میشه. مقصود این که این افراد این تشخیص رو میدهند که حق عبارت است از این که من در دنیا ارزاق رو قیمت گذاری بکنم و حق این است که من در مقام قضاوتی باشم که بیش از این 50% از جمعیت کره زمین رو در امر معیشت و در امر رسیدن به رزق و داشتن حداقل روزی، روزی اونها رو یا به دریا بریزم یا احتکار کنم و یا گروگان بردارم برای اقتدار و برای حاکمیت و برای چیزهای دیگه. موضوع حق و مسئولیت پایه و اساس صلح یا جنگ، عدالت یا ظلم در دنیا هست و این رو عرض می کردم که عدالت و شناخت عدالت بر اساس شناخت مشترک حق و مسئولیت است. کار دین، دین توحیدی غیر از جنبه های فلسفی و جنبه های معنوی و جنبه های عرفانی، دین در بعد شریعت، در بعد قانون، در بعد حکم و در مورد معرفی چگونگی عدالت اجتماعی و رابطه حقانی اجتماعی که به صلح و امنیت و آرامش و تولید می گراید، نقش دین تعلیم مفهوم عدالت است. نقش دین علاوه بر مفهوم عدالت به انسانها ارزش عدالت رو می آموزد. بنابراین اگر بخواهیم تعریف دین رو خلاصه کنیم، دین عبارت است از تعلیم مفهوم مشترک و مستدل عدالت. به علاوه دین عبارت است از روش آموزش ارزش عدالت. یعنی ما در درجه اول باید با 1 متر واحد در سراسر جهان، با 1 پروتکل مشترک، با 1 ضریب اندازه‌گیری مشترک عدالت رو اندازه‌گیری کنیم و حق و مسئولیت رو با 1 ترازوی واحد اندازه گیری کنیم برای همه. متر متر است. به آن درجه برسیم. این کار دین است. و اینکه وقتی ترازوهای یکسان پیدا کردیم، اما هنوز ارزش‌های یکسان پیدا نکردیم، که بشناسیم که عدالت چه فایده‌ای دارد، برای چه چیزی خوب است،
چرا اصلا؟ حالا ما فهمیدیم عدالت یعنی چی، ما حق و مسئولیت رو شناختیم، عدالت رو هم پس شناختیم، اما میپرسیم که عدالت به چه درد میخورد؟ اون وقت پاسخ این که عدالت به چه درد میخورد کار دوم دین است. دین عبارت است از تعلیم چیستی و چرایی دین موضوع عدالت، که عدالت اولا چیست و بعد به چه درد میخورد و برای چیست. فقه عبارت است از نگرشی که انسان به کتاب آسمانی دارد. البته فقه در ادبیات عرب، مفهوم فقه فهم چیزهاست، در واقع تحقیق عمیق در فهم امور هر امری، اما در اصطلاح دینی فقه به کنکاش و تلاش و جستجو و پیگرد مفاهیم در متون دینی اطلاق می شود. و فقیه کسی است که بیش از انسان معمولی تحقیق می کند، تجزیه می کند، تحلیل می کند و برداشت های خود رو، استنباط های خود رو با استنباط های دیگران مطرح می کند، معارفه می کند، در تعامل می گذارد، در تعاطی افکار می گذارد، تا نتیجتاً به یک تعریف نسبتاً واحد می رسن از ارزش ها و همین تعاملات و همین تعارفات باعث می شود که روز به روز شعور اجتماعی به شعور فردی نزدیکتر می شود و یک مفهوم مشترک و یک ارزش مشترک و یک اتکا و باور مشترک به موضوع عدالت در جامعه به وجود می آید. اما این همه گفتیم، نقش فقه و فهم فقه، یعنی مفهوم فقه بایستی خودش یک پروتکلی باشد برای مردم جهان، که وقتی ما میگوییم فقه به چه چیزی میگوییم فقه؟ ما هنوز هم برای فقه دارای یک ترازوی صحیحی نیستیم. ترازوهایی که ساخته شده اکثرا ترازوهای دروغ و تزویر و خدعه و نیرنگ و تجاوز است و ترازوهایی است که در واقع به هیچ عنوان، وقتی شاهین این ترازوها در مقابل هم قرار میگیرد که نماینده تعادل است، در واقع هیچ تعادلی در این ترازوها وجود ندارد و این ترازوها با تقلب و دروغ و ظلم و دستکاری در نمایش تعادل هستند و به هیچ عنوان این ترازوها واحد صحیح و مطمئنی برای اندازه گیری نیستند. مفهوم فقه در جامعه لااقل در مورد اسلام، البته در یهود هم همینطور هست، در دین حضرت مسیح البته چیزی به نام شریعت یا چیزی به نام فقه اصالتاً وجود ندارد و شریعت دین مسیح همون شریعت دین یهود است. البته بعدها با کودتایی که کلیساها انجام میدهند و شاید بشود به اون به نام کودتای کلیسایی نام گذاشت، دین شریف مسیح دارای آیین شرعیت می شود و شرعیات پیدا می کند و در واقع کلیسا خالق و حافظ شرعیات می شود و همونطور که می دانید در قرون وسطا و قبل از آن و تا حدودی بعد از آن بزرگترین جنایت هایی رو که در طول تاریخ بشریت انجام شده است فقه و شریعت غیر اصیل و ساخته و پرداخته کلیسا بر مردم جهان و به خصوص بر مسیحیان و همینطور غیر مسیحیان تحمیل می کند. اینها همه به خاطر این است، این مثال ها به این خاطر است که موضوع اندازه‌گیری حق و مسئولیت رو
در جامعه نبایستی که ساده انگاش و تصور کرد که امر بسیار سهلی است. و خب حق که معلوم شد چیست، مسئولیت هم که معلوم شد چیست، و ما خب حق و مسئولیت که اینقدر توضیح ندارد یک دینی به وجود بیاید مثل دین حضرت موسی، دین یهود، و این با اون همه ضرر و زیان و خسارت و بالا و پایین رفتنها به مردم حق و مسئولیت رو نشان بدهد. میبینیم که یاد نمیگیرند، میبینیم که بعد از این همه تعلیم و این همه آموزش در غیبت کوتاه حضرت موسی، برادر او که مقام نبوت هم داشته در مقابل فشار مردم از پا در می آید و در حضور نبی خدا، در حضور کسی که وظیفه تعلیم توحید یعنی همین ارزش ها رو داشته که حق و مسئولیت رو بیاموزد، می بینیم که در مقابل خود او بت‌پرستی و گوساله پرستی مرسوم میشه و در واقع شریعت توحیدی تبدیل به شریعت بت‌پرستی، اون هم گوساله پرستی می شود و در واقع کسانی که طعم توحید رو شنیده بودند، چشیده بودند و با توحید آشنا بودند برای خدا یک شریک قائل می شوند و گوساله رو در ردیف خدا قرار می دهند و او رو شریک خدا می کنند. مقصود به این که انسان بسیار طول می کشد و قرآن میگوید که باید دارای تقوا باشد تا بتواند این ترازو رو پیدا بکند، باید دارای تقوا باشد که بتواند تشخیص بدهد، این متر رو بشناسد که بین حق و مسئولیت تفاوت قائل بشود، با این متر، متر دینی، متر توحیدی حق رو اندازه بگیرد، مسئولیت رو هم اندازه بگیرد و درست اندازه بگیرد و درست بشناسد و درست تعلیم بگیرد و درست تعلیم بدهد که همگان در یک پروتکل مشترک، در یک فهم مشترک حق و مسئولیت رو بشناسند. و کار دین در درجه اول نشان دادن حق و نشان دادن مسئولیت است. در اصطلاح دینی به این کار هدایت میگویند. هدایت یعنی آدرس و نشانی و مشخصات و اندازه ها و پروتکل های مشترکی که به فهم موضوع حق و به فهم موضوع مسئولیت ختم می شود و منتج می شود، این رو به مردم بیاموزد. و قرآن، نسبت به بقیه کتاب ها الان صحبت نمی کنیم، قرآن می گوید من نمی آموزم، این آدرس رو نشان نمی دهم به کسانی که دارای تقوا نیستند. نه اینکه قرآن با کسی لجبازی داشته باشد، امکان این کار نیست. سازنده ما، خالق ما، صانع ما، ما رو به نحوی آفریده که اگر ما از اراده خودمون استفاده نکنیم و متقی نشویم، دارای تقوا نشویم، ساختمان ما به عنوان یک مخلوق، به عنوان یک مصنوع به نحوی خواهد بود که قادر به فهم نشانی یا مفاهیم یا مشخصات یک موضوعی مثل موضوع عدالت، مثل موضوع حق و مسئولیت نمیشویم. و وقتی که ما حق رو نمیشناسیم، مسئولیت رو نمیشناسیم، به طبع میوه این دو درخت رو و میوه این دانه و این زرع رو که عدالت باشد شناسا نخواهیم بود. به این لحاظ است که کار دین در درجه اول آموزش هدایت است، یعنی به ما میگوید که حق چیست، مسئولیت چیست، چرا ما حق داریم، چرا ما مسئولیت داریم. و بعد به ما میگوید که
تو علاوه بر این که حق و مسئولیت داری، تو در اثر چگونگی تعامل با حق و مسئولیت میتوانی دارای پاداش بشوی، میتوانی دارای عقوبت بشوی، میتوانی دنیای خودت رو تبدیل به بهشت کنی، همینطور دنیای دیگران رو، میتوانی برعکس دنیای خود و دیگران رو تبدیل به جهنم سوزان کنی و خودت هم در آتشی که بر میافروزی بسوزی و از بین بروی. اینها همه هدایت است. در قسمت دوم وقتی که ما هدایت رو آموختیم، اون وقت نقشه راه رو در اختیار داریم، اندازه ها رو در اختیار داریم، جدول رو در اختیار داریم، نقطه شروع رو در اختیار داریم، نقطه پایان رو در اختیار داریم، مسافت رو در اختیار داریم، در جاهایی که باید منزل کنیم و بیستیم، همه اینها رو، توشه راه چه فراهم بکنیم، خطرات راه رو بشناسیم، نحوه عبور از این مسیر رو یاد بگیریم، همه اینها رو وقتی یاد گرفتیم به اینها میگوییم ارشاد، به اینها میگوییم رشد کردن. و کار هدایت و کار ارشاد در یک واژه و در یک لغت خلاصه می شود و آن این است که دین به ما می آموزد که فرا بگیریم که مفهوم هدایت چیست و در مسیر هدایت چطور حرکت کنیم تا به ارشاد برسیم. و کسی که به درجه ارشاد میرسد رشد میکند، بلوغ ذهنی حاصل میکند، به لحاظ عملی که انجام داده است هم مفهوم ارزش، مفهوم حق و مسئولیت رو میشناسد، هم مفهوم حق و مسئولیت رو میشناسد، هم ارزش حق و مسئولیت رو میشناسد، نقش حق و مسئولیت رو در میابد و نه تنها میفهمد که حق چه معنایی میدهد، میفهمد که حق به چه دردی میخورد، نه تنها میفهمد که مسئولیت چیست، میفهمد که مسئولیت به چه کاری میآید و متوجه میشود که چرا به او گفتند که حق رو بشناس و حق دیگران رو بپرداز و چرا به دیگران گفتند که تو جامعه، انجمن، کشور، نظام، قبیله حق این فرد رو بشناس و مسئولیت خودت رو هم بشناس و مسئولیت این شخص رو هم بشناس. شناخت حق و مسئولیت در ارتباط مستقیم با موضوع فقه هست. اما دریغا که اون چرا که ما به نام فقه نامگذاری کرده ایم و اون چرا که به نام فقه تا کنون شناخته ایم، که در واقع فقه بایستی که شناسای حق و مسئولیت باشد، فقه عموماً تا امروز که من با شما سخن میگویم کاری جز پامال کردن حق و مقشوش کردن و مخدوش کردن مفهوم مسئولیت نداشته است. در واقع کار فقه به جای اینکه استنباط صحیح و استنباط متعارف در تعدیل و تعامل با دیگر برداشت ها و دیگر استنباط ها باشد، از فقه که یک تعلم است از تعلیم کتاب و یک برداشت و استنباط است از برداشت کتاب، از موضوع تعلم و از موضوع علم و از موضوع فهم و استنباط، تعبیر به اجراییات و اقتدار و بالاتر از همه قانون قابل تحمیل به مردم بنا کردند. یعنی درست به جای اینکه محصل، به جای اینکه متعلم بیاموزد که اساساً برداشت از قرآن و فهم به قرآن به این خاطر است که ما حق و مسئولیت رو بشناسیم و شاید برای دیگران هم تعریف کنیم، که به نظر من با تحقیقاتی که من کردم مفهوم حق در قرآن این است
مفهوم مسئولیت در قرآن این است، ارزش‌های وابسته به حق و مسئولیت در قرآن چنین ذکر شده است. این می شود استنباط واقعی یک فقیه. اما در عمل می بینیم که ما استنباط از قرآن رو تبدیل می کنیم به یک نوع قانون تحمیل شدنی و به عنوان یک حقی به این محصل می دهیم، به این محقق می دهیم که من بر اثر تحقیقاتی که از قرآن کردم به این نتیجه رسیدم که من حاکم بر تو هستم. من در اثر تحقیقاتی که در قرآن کردم به این نتیجه رسیدم که تو لیاقت قانون گذاری نداری و برخلاف آنچه خدا در قرآن گفته تو اجازه هدایت شدن هم نداری، لیاقت ارشاد شدن هم نداری، لیاقت آزادی بیان هم نداری، نباید بشنوی، نباید بگویی، نباید تعلم کنی، نباید تعلیم کنی، تو فقط باید بدانی که بیشعور هستی، نفهم هستی، ناتوان هستی، سفیه هستی و من دارای همه این فواید و فضائل هستم و من به تو امر می کنم که استنباط من رو به عنوان حکم بالاتر از قرآن قرار بده و هر آنچه که قرآن برای تو مجاز کرده من غیر مجاز می کنم و اختیار بیان رو از تو می گیرم، اختیار تعقل رو از تو می گیرم، اختیار انتخاب دین رو از تو می گیرم، اختیار معنا کردن و مفهوم بخشیدن به حق و مسئولیت رو از تو سلب می کنم، اختیار مفهوم بخشیدن به استنتاج عدالت رو از تو سلب می کنم و بر تو یک حکمی قرار می دهم، یک جبری قرار می دهم، یک تحکمی قرار می دهم که تو تابع من باشی، عابد من باشی، مطیع من باشی و دنبال روی من باشی. و اسم این جبر و اسم این زور و اسم این استبداد و اسم این قرآن فروشی رو فقه میگذارم و میگویم چون من شعور بیشتری از تو دارم و تو در مقابل من بسیار بیشعور هستی، این قرآن هر چه به تو حق داده است همه رو اشتباه کرده است و من اولین استنباطم از قرآن این است که حق من بیشتر از حق توست و من فرمانده تو هستم، من حاکم هستم و تو محکوم. مفهوم فقه واقعی آن است و مفهوم فقه سنتی این است. دقایق کوتاه دیگری اتاق فرمان، هر چقدر که بتوانید که این دقایق رو کوتاه‌تر بکنید وقت بیشتری صرف جویی خواهد شد. ما برمیگردیم با شما خواهیم بود. به نام خدا. به بخش سوم این برنامه میرسیم. امیدوار هستم که بتوانم که مطالب رو به نحوی مدیریت بکنم که بتوانم پذیرای تلفن های شما هم باشم. به زودی این موضوع رو اعلام خواهم کرد. در ارتباط با برنامه جلسه گذشته سخن می گفتیم که درباره فقه و نقش فقه در جامعه و همینطور رابطه فقه با قرآن که تعداد زیادی سوال در این مورد بود و چندین مورد دیگر که احتیاج به این داشت که تشریح بشود و بعضی از مطالب که کامل گفته نشده بود بیشتر در مورد اون توضیح بدهیم. موضوع به هیچ عنوان بی‌اعتبار کردن فقه نیست و به هیچ عنوان غیر مفید بودن یا بقیه القاب و اتهامات به فقه وارد نیست. بحث ما در اینجا یک بحث آموزشی و علمی است و تحت هیچ عنوان این موضوعات مهمی رو که در ارتباط با قرآن و مسئولیت ما نسبت به قرآن
وجود دارد اینها رو با بحث های غریزی یا بحث هایی که مرتبط به مسائل غیر آموزشی باشه ملوث و مخشوش نمی کنیم. فقه، شناخت عدالت بر اساس شناخت حق و مسئولیت از منظر قرآن است. توجه کنید، فقه در ارتباط با دین عبارت است از شناخت عدالت، هم عدالت چیست، هم عدالت به چه درد می‌خورد. به طور خیلی ساده، اما ما از مبناهای مختلف می‌توانیم استفاده کنیم. ما می‌توانیم در به عنوان مثال سیستم فکری مارکسیسم به موضوع عدالت نگاه بکنیم و مفهوم عدالت رو از زبان مارکس بشنویم و از زبان او و بر اساس برداشت او از موضوع عدالت به این نتیجه برسیم که ارزش عدالت برای چیست، اصلا عدالت به چه منظوری خوب است، چه ارتباطی با جامعه دارد، چه ارتباطی با امنیت دارد، چه ارتباطی با اخلاق دارد، چه ارتباطی با اقتصاد دارد. اما این رو فقه نمیگویند، مطالعه در یک ایدئولوژی میگویند یا در یک نظام فکری اقتصادی سیاسی میگویند. فقه در اصطلاح قابل قبول دنیا و افراد مختلف دیندار و غیر دیندار به نوعی شناخت موضوع عدالت تلقی می شود که از دیدگاه قرآن نگاه بکند، در چشم قرآن برود و از زبان قرآن و از دل قرآن از اون طرف به موضوع عدالت نگاه بکند با چشم قرآنی، که ببیند که قرآن چه معنایی به عدالت می دهد و قرآن چه ارزشی به عدالت می دهد و چه استدلالی برای وجود عدالت دارد و عدالت رو از چه عواملی متشکل می داند قرآن، که بعد ما می بینیم که با مطالعه سراسر آیات قرآن که موضوع عدالت در قرآن همونطور که گفته شد و شاید هزاران بار دیگر هم باید گفته شود تا در ذهن همه ما باقی بماند، عدالت دو بال دارد. عدالت پرنده است که بدون این دو بال پرواز نمی کند. یک بال او بال حق است و یک بال او بال مسئولیت است. یعنی وقتی که چیزی بایستی که به عنوان پرنده عدالت در جامعه بشری پرواز کند و سایه پرواز او بر همه ساتر باشد، باید حتما موضوع حق و مسئولیت به عنوان دوبال این پرنده به کار گرفته بشود و الا موضوعی به نام عدالت وجود نخواهد داشت. و گفتیم کار دین آموزش عدالت است، بنابراین دین باید موضوع حق و مسئولیت رو به ما بیاموزد که حق چیست، مسئولیت چیست. و دین دقیقا چنین می کند و به ما می آموزد در بعد هدایت، ما رو هدایت می کند به اینکه حق چیست و مسئولیت چیست و رابطه حق و مسئولیت رو با اخلاق، با قانون، با اقتصاد و با جامعه مطرح می کند. و دین می گوید من چنین نمی کنم مگر اینکه تو دارای تقوا باشی، اگر دارای تقوا باشی من به تو هدایت رو می آموزم و هدایت رو برای تو فراهم می کنم و تو وقتی هدایت می شوی با عدالت، عدالت اجتماعی منظور هست در سراسر گفتار من، با این عدالت، عدالت اجتماعی آشنا می شوی و وقتی آشنا شدی در واقع راه خودت رو پیدا میکنی که حالا تو ارزش‌های عدالت رو شناختی، مفهوم عدالت رو هم شناختی، حالا میخوای چه بکنی؟ در این مسیر میخواهی قدم برداری
یا نمیخواهی قدم برداری. بسیاری از ما به مدرسه می رویم، حتی به مدرسه قرآن، و سعی می کنیم که لباس تقوا بپوشیم و به هر تمهید یک ظواهری از عدالت و مفاهیم عدالت رو می آموزیم و در واقع به نوعی تجسس در نه تحقیق به نوعی تجسس در ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی حق و مسئولیت در واقع عرضه می‌کنیم و صرف می‌کنیم. ولی همه این کارا به خاطر این است که ببینیم چطور می‌توانیم که ما با حق و مسئولیت مبارزه کنیم، با عدالت مبارزه بکنیم. در داستان‌های مذهبی، داستان‌های دینی، وقتی که داستان سامسون و دلیله رو ما می‌خوانیم، می‌بینیم که دلیله شاید که هیچ نوع علاقه‌ای به سامسون نداشته و اساساً این یک توطئه‌ای بوده که این عشق دروغی یا این وابستگی دروغی به این خاطر بوده است که بتواند محرم او بشود و نقطه ضعف او رو پیدا بکند و بداند که از چه ناحیه‌ای بیشتر آسیب پذیر خواهد بود. و باز همونطور که در داستان‌های اساطیری آمده است، می‌دانید که سامسون به هیچ عنوان شکست نمی‌خورده و نامیرا بوده، مگر از ناحیه‌ای در شانش که در اون قسمت اگر تیری وارد بدنش می‌شده کشته می‌شده. و به این خاطر دلیله با او آشنا می شود که این محل مخفی رو پیدا بکند و به دشمنان او عرضه کند و چنین هم می کند و باعث مرگ او می شود و به این ترتیب به او شکست وارد می شود. بسیاری از کسانی که به قرآن مراجعه می کنند متاسفانه در دنیای امروز ما، چون مسلمانان کاری با قرآن ندارند، اکثر قریب به اتفاقشون یک بار هم قرآن رو نخواندند و ممکن است از این حرف من رنجیده بشوید، ولی پیش خود در تنهایی فکر کنید و بگویید که چه اندازه کدام از ما بیراه گفته است. بیشتر کسانی که در دنیای امروز قرآن رو به دقت مطالعه میکنند و تجزیه و تحلیل میکنند دشمنان قرآن هستند که بتوانند نقاط ضعف قرآن رو در بیاورند و دیوارهای ایمانی قرآن رو فرو بریزند، مقاومت‌های ایمانی قرآن رو فرو بریزند و بسیار هم موفق شدند در این کار و نمونه اون رو می‌بینید که چه دسته‌های عجیب غریبی در دنیا به راه افتاده و چه چیزهای حیرت‌آوری انسان می‌بینه که واقعاً به عقل و انسانیت و به چشم‌های خودش هم انسان شک می‌کنه که چه می‌بینم من. و از جنایت خیلی ما متعجب و حیرت زده نمیشیم. از صاحبان اخلاق که از جنایت حمایت میکنند و از صاحبان اخلاق که خالق جنایت هستند بسیار متحیر میشویم. بگذاریم، حق و مسئولیت از دیدگاه قرآن به نام هدایت نامیده میشود و انسان دارای اختیار است. انسان اگر اختیار نداشته باشد چگونه میتواند که بین ظلم و بین عدل، بین خوب و بین بد انتخاب بکند؟ پس اگر این کتاب بر این مبنا هست که ما مجبور و محکوم هستیم به پذیرش حکم یک انسان و ما باید تسلیم قانونی باشیم که یک انسانی که در ما هیچ اثری نداشته و ما با او هیچ رابطه ای نداشتیم، رابطه توکیلی منظور من هست، می تواند این به من فرماندهی و حکومت داشته باشد، اون چه که در اینجا قابل بحث است این است که این شخصی که خودش رو به عنوان حاکم من تلقی می کنه در واقع این حکومت رو بر مبنای استنباط قرآنی خودش قرار می ده. یعنی می گوید من از این قرآن که میخوانم این طور استنباط میکنم که من باید بر تو حاکم باشم، من از این قرآنی که خواندم این طور استنباط میکنم که من تعلیم رو باید تبدیل بکنم به تحکیم و در واقع اختیار تو رو باید تبدیل بکنم به جبر خودم.
من بایستی جابر بر تو باشم و تو باید مجبور باشی در مقابل جبر من. اینها رو من همه از قرآن یاد گرفتم چون فقیه هستم. مفهوم فقه از دیدگاه من غافل، من جاهل، منی که دارای سوء نیت هستم این است که من چون فقیه هستم و قرآن رو میشناسم، اولین چیزی که خدا به تو داده اختیار است، اولین چیزی که من از تو میگیرم همان اختیار است و به جای آن بر تو جبر تحکیم میکنم، به خاطر اینکه من دانش قرآنی دارم، من فقه میشناسم و من میدانم خدا چه گفته است و تو نمیدانی خدا چه گفته است. من چون فهم بیشتری دارم میفهمم که از اشتباهاتی که خدا کرده یکی هم این است که به تو اختیار داده، حق انتخاب داده. سوره رحمان هم غلط است، اشتباه است. خدا بی خود قرآن را تعلیم داده است به انسان در ذات و در فطرت او. الرحمانو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خدا در مقام رحمان قرآن رو تعلیم داد، یعنی علم قرآن علم رحمت است، تعلیم قرآن تعلیم رحمت است. الرحمانو علم القرآن، الله در صفت فاعلی رحمان رحمت خودش رو به نام تعلیم قرآن و علم قرآن نام نهاد و آنچه از قرآن تعلیم می‌دهد رحمت اوست، رحمت خدایی است که در صفت و به اسم رحمان خلقت قرآن کرده است و تعلیم قرآن می‌دهد و علم قرآن رو رحمت نام نهاده است. الرحمانو، نه کسی دیگه. قرآن رو تعلیم داد به انسانی که خلق کرد. علم قرآن چگونه علمی است؟ چگونه علمی است که قرآن به مردم، به نوع بشر در فطرت و ضمیر اولیه او منسوب شده، نسب شده؟ چگونه علمی است؟ این علم رحمت چگونه علمی است که ما دارای یک مفهوم مشترک به رحمت بشویم و علم رحیم رو به همگان یکسان بشناسیم و ببینیم قرآن که میگوید من کتاب دفینیشن ها هستم، کتاب مفاهیم هستم، کتابی هستم که خود قرآن میگوید لا ریب فیه، در ارتباط با او تردیدی وجود ندارد. من این قرآن رو در مقام رحمان رحمت نام نهادم، علم رحمت نام نهادم و مفهوم رحمت در علم قرآن علم بیان است. رحمت خدا رو از قرآن به بشر تعلیم دادم و اون چرا که به بشر تعلیم دادم علمه البیان، به او تبیین و روشن کردن و نور افکندن و دیدن و فهمیدن و استدلال کردن و تعقل ورزیدن و تجربه کردن و استنتاج کردن و استنباط کردن و تجزیه و تحلیل کردن و به قاطعیت مفهوم رسیدن، اینها معنی بیانه. و علمه البیان، علمه به اون انسان که تعلیم قرآن دادم او را عالم بیان کردم. من معلم، خدا میگوید در صفت رحمان، علم بیان به این انسان آموختم. همه انسان ها در بعد استعداد دارای علم تبیین هستند، توان روشنگری در بعد استعداد دارند، همه فقیه هستند در بعد استعداد، اما جنس و نوع فقه علم است، استنباط است، فهم است،
نظر است، دریافت است، برداشت است. فقه قانون نیست. فقه قانون نیست. فقه نمیتواند بر مردم تحمیل شود. فقه نمیتواند حاکم بشود و مردم محکوم حکم فقه باشند. فقه میتواند که فقه فهیم باشد، میتواند فقه انسان نفهمی مثل من باشد. هرچه که باشد فقه، فقه هست و از دریچه آموزش خارج نمی شود و نباید بشود. کسانی که به عنوان فقیه از فقه قانون و قدرت می سازند، اینها بر ضد فقه کودتا کردند. حکومت اینها بر فقه حکومت کودتایی است و اینها متجاوز به ناموس خدا هستند. هر که باشند، هر کجا که باشند. و بارها گفته می شود که در اختیار شماست. همه شما کسانی که فقیهان محترمی هستید که جامعه اسلام رو تا به اینجا هدایت کرده اید که وامدار شما هستیم، برای همه گروه هایی که ایجاد کرده اید، برای همه نفرتی که از دین ایجاد کرده اید، برای 256 فرقه اسلامی که بنا کرده اید، برای جنگی که بین این انشعابات و تفرقه ها و فرقه ها ایجاد کرده اید، از همه اینها از شما سپاسگزار هستیم. فقه وقتی تبدیل به قانون می شود، تبدیل به استبداد می شود، تبدیل به فساد می شود، تبدیل به شیطان می شود، تبدیل به ضد قرآن می شود، درست مقابل عدالت قرار می گیرد و بر ضد عدالت می شود. و اون چرا که به مردم آموزش می دهد در مقام حاکمیت، ظلم رو به جای عدل به مردم یاد می دهد. و لا تلبسوا الحق بالباطل، امر خداست که با باطل حق رو نپوشانید. و کسانی که فقه رو به جای قانون قرار میدهند، همان لباس باطل ممنوع رو بر حق پوشاندند. چون قانون یک وظیفه خاصی دارد. قانون طبیعی رو عرض نمی کنم، باز قانون اجتماعی رو عرض می کنم، همونطور که عدالت طبیعی رو عرض نمی کنم، عدل خدا رو مورد سوال قرار نمی دهم، عدالت اجتماعی یعنی رابطه حق و مسئولیت در جامعه، هیچ معنای دیگری عدالت نمی دهد. رابطه حق و مسئولیت در جامعه عدالت نام دارد. در مقابل این عدالت، افراد باید بدانند که موضوع آزادی اندیشه و موضوع اختیار مغایرت دارد با قانون. قانون به عنوان یک وسیله تحمیل، به وسیله یک وسیله تهدید با هجیمی، کوتاه کردن و محدود کردن، مقید کردن، حق یک نفر را از او گرفتن، اختیار یک نفر را از او گرفتن، او را در قید قرار دادن، اینا همه معنی قانونه. قانون عبارت است از اینکه از افراد، از اختیار اونها میگیره، امکانات اونها را کم میکنه و امکانات فردی و اختیارات فردی رو تبدیل به اختیارات و امکانات جمعی میکنه. اصلا تعریف قانون از دیدگاه قرآن جز این چیز دیگری نیست. یعنی قانون مردم رو تربیت میکنه،
اخلاق مردم رو تربیت میکنه، فقه وظیفه داره که مردم رو تربیت بکنه، به مردم اختیار بده، اجازه بده که مردم امنیت داشته باشن، اجازه بدهد که انسان از قدرت تبیین استفاده کند. اینکه خدا میگوید به این انسان علمه البیان، بیان به این انسان آموختم، علم رحمت قرآن شناسی به او آموختم. او را رها کنید، او را آزاد بگذارید که تمرین کنه امکان تبیین خودش رو، آزادش بگذارید، بگذارید که از تعقلی که خدا به او داده بهره بگیره، بگذارید از حق آزادی بیان استفاده کنه، بگذارید از حق آزادی انتخاب استفاده کنه، بگذارید از حق توکیل استفاده کنه، بگذارید از حق شورا استفاده کنه، بگذارید از حق قانون سازی و تابعیت قانون برخوردار باشه، بگذارید دارای امنیت باشه، بگذارید دارای حق تعلم باشه، بگذارید دارای حق تعلیم باشه، حقوق انسانی خودش رو باز پس بگیره از شما مستبدین، از شما دیکتاتورها، از شما قرآن فروشها. باز پس بدهید به مردم حق اونها رو، قرآن رو بدنام نکنید، قرآن رو به عنوان اسلحه بر سر مردم تخریب نکنید. قرآن وسیله آبادی است، قرآن وسیله معماری است، قرآن وسیله ساختمان حیات و حقوق بشر است. قرآن رو زیر پا لگدمال نکنید، قرآن رو وسیله استعمار و استثمار و اقتدار و ثروت اندوزی و تکاثر و شهوت پرستی نسازید که می سازید. که هر بندی که بر بندی به درانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جان تو، نخواهم عمر فانی را توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرخم را توی جانم به جان تو.